تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه هستین و بیننده برنامه صبح و زندگی. خب در این بخش برنامه مهمان عزیزی همراه ما هستن. استاد محترم جناب آقای عبدالباسط قانت که میخواین صحبتای داشته باشن در رابطه با عید و فرهنگ اجتماعی مردم. صحبتاشون همراه ما شما شریک میسازن، پس شما هم بیننده برنامه خودتان برنامه صبح و زندگی باشین. استاد محترم خوش اومدین، صبحتان بخیر باشه. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و تمام بینندگان رسانه شما و این برنامه زیباتون. زنده و سلامت باشید. ابتداعا درودی میفرستیم به روح شهدای همه شهدای کشور ما، مخصوصا نیروهای نظامی و نیروهای پلیس که شب و روزی در این ماه مبارک در خدمت مردم هستند و زحمت میکشند، و شهدای حوادث اخیر تروریستی در وزارت انکشاف دهات و سایر نقاط کشور، و خداوند شهادتشان را قبول کنه، برای بازماندگانشان صبر جمیل عنایت بفرمایید ان شاء الله با امید خدا. استاد در رابطه با عید و فرهنگ اجتماعی مردم میخوایم صحبتای داشته باشیم که واقعا وقتی دیگه حالا یک یا دو روز دیگه باقی مانده به عید سعید فطر و روزهای بسیار اندکی هست، ای که فرهنگ عید چی است، ای که مردم باید در روزهای عید چگونه استفاده برن و فرق عید در افغانستان با دیگر کشورها چی است. در کل میخوایم معلومات کلی را از شما بشنویم. تشکر. بسیار موضوع خوبی هست و جالب هم هست، به دلیلی که مناسب است وقت شام و چون در آستانه فرا رسیدن عید سعید فطر هم قرار داریم. بله. خب ابتداعا بحث فرهنگ باید یک مقدار واکاوی شود. فرهنگ یک مفهوم لغوی دارد، یک اصطلاحی که البته در بازه های زمانی مختلف این بار معنایی مختلفی را به خود گرفته. اینه نمیتونیم تعریف واحد از فرهنگ داشته باشیم. در لغت به معنای تدبیر، عقل، خرد، خلاصه توانایی علم و دانش هم به کار رفته و جنامه هایی را به کار بردن. و در اصطلاح آنچه که از فرهنگ میشود یک تعریف داد این است که تمام رسوم، آداب و شیوه زندگی، رفتار و بالاخره ارتباطات یک جامعه را که اکثریت جامعه را پذیرفته باشند میشه فرهنگ اجتماعی اون مردم گفت. خب این بحث فرهنگ. بحث دوم بحث عید که یکی از یعنی ما دو عید داریم در اسلام. ابتداعا اگر بخوایم عید بررسی کنیم باید از فرهنگ اسلامی ما یا آموزه های دینی ما به نگاه کنیم و نظر بیندازیم. عید در قرآن کریم یک جا و کار رفته است. بله. کلمه خود عید و اصل عید از ماده عود گرفته شده به معنای بازگشت، یعنی و به معنای شادی، جشن، سرور هم به کار رفته و می آید. و این اساس عید به اون چیزی اطلاق می شود که یک قوم، یک ملت، یک گروهی به یک شادی دست یافته باشند، بالاخره یک مرحله را پشت سر گذاشته باشند، یک مرحله جدیدی در زندگیشون آمده باشد و اونا اونا جشن بگیرند. این عید گفته می شود که ما در آموزه اسلامی داریم. مثلا زمانی که یک آیه قرآن کریم آخرین آیه که نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم، این آیه را وقتی که پیامبر علیه السلام و اصحاب تلاوت کردند یک یهودی به حضرت عمر گفت که اگر این آیه برای ما بود ما عید می گرفتیم همان این روزه، یعنی جشن می کردیم. بله. خوشحالی، بالاخره یک مراسم برپا می کردیم، به دلیلی که یک یعنی برای ما یک کورسوی است که شما دینتون تکمیل شده، یا اینطور یک آیه بزرگی وجود دارد. یعنی در آموزه های اسلامی هم به عنوان جشن و سرور و شادی استفاده شده، همچنان که در یک روایتی داریم که روزی عید بود و پیامبر علیه السلام تشریف داشتند، ابوبکر بود و جمعی از اصحاب دیگر. چند تا از دختران شادی میکردن، یعنی به قول امروزی ما و شما داریه مینواختن یا دف میزدن. یکی از اصحاب خواست که غالبا حضرت ابوبکر بود رضی الله عنه ممانعت کند، ولی حضرت پیامبر علیه السلام گفت نه، بگذارشان که عید است. یعنی عید دیگه واژه‌ش و همچنان تاریخش از اونجا برخواسته شده. بله، یعنی ما داریم، چون حتی در بحث نوروز داریم که روایت است پیامبر علیه السلام مردمی جشن می گرفتن، گفت چی کار میکنین؟ گفتن نوروز است، عید است.
گفت برای ما هم خداوند دو عید بهتری داده، یعنی عید رمضان و عید قربان که عید فطر و عید اضحا به اون هم اطلاق می شود و این اساس در آموزه ها همین جا دارد، در آموزه های اسلامی. خب حالا چرا ما میریم به عید؟ بله، یعنی چرا پس از عید میگیریم؟ چرا پس از رمضان عید آمده؟ چرا فلسفه یعنی وجودی عید یا این که پس از ماه مبارک رمضان ما چرا خوشحالی و شادمانی هست؟ این چیست؟ در ماه مبارک رمضان یک ماه شما میدونین که یک ریاضت بسیار بسیار شاقی را مردم و مسلمانان جهان میکشند. بله. و قبول میکنند که این ریاضت واقعا بحث تزکیه را به بار می آورد که انسان نیاز دارد در ضمن ظاهرش یک غذاهای باطنی هم به باطنش برسد که اون بحث بود روحی یا معنویات انسان است. بنابراین ماه مبارک رمضان انسان در این بخش تقویت میکنه، همکاری میکنه، کمک میکنه، چون ما مثلا همواره همه روزه نماز داریم، سایر عبادات داریم. بله. ولی روزه سالانه یک بار فرض شده که ما را کمک کنه در رسیدن به اون خواسته های معنوی ما. از این رو بحث عید پس از ماه رمضان مطرح شده، یعنی در ماه رمضان مسلمانان یک حالاتی را گذراندن که اون حالات تقوا و تزکیه است که از این سپری شده و ریاضت هایی را کشیدن. شما فکر کنین که اگر اعتقادی به خدا وجود نداشته باشد هیچ کس آماده نیست که 17 ساعت گرسنگی و تشنگی را تحمل کند. خیلی دشوار است، واقعا دشوار است و باید ما محققانه روزه بگیریم. یعنی چی؟ که آگاهانه مثلا گاهی بخوایم بگیم روزی خودم بخورم، افطار کنم. اینجا ببینیم چی مانع ما می شود که ما نمی خواهیم افطار کنیم. اگر این طور از سر عادت باشد که همیشه روزه بگیریم، زیاد خب می گیریم، فرض تکلیف ادا می شود ولی ارزشش. ولی ما گاه گاهی بخواهیم که مثلا مردم ما یا هر کسی از خودش سوال کند که من تشنه شدم، گرسنه شدم، بالاخره چرا نخورم چیزی. اینجاست که اعتقادش به خدا راسختر میشه، یعنی به خاطر اون خدایی که ما را آفریده، جهان و بالاخره همه نعمت ها امکانات در خدمت ما گذاشته، خدا دستور داده که شما روزه هم بگیرین. بله. و این شما میدونین که امروز تحقیق شده فواید طبیش و فواید دیگر زیادی دارد، حالا روش نمیچرخه، موضوع ما نیست. بحثی است که یعنی ما آگاهانه اون وقت پیش میریم، از سر اعتقاد است که 17 ساعت انسان ها یا مسلمان ها گرسنگی و تشنگی را تحمل میکنند. بنابراین یک ریاضت شاقی را پشت سر گذاشتند. عید آمده برای جشن و سرور اینکه این مسلمان ها یک مرحله دشواری را پشت سر گذاشتند. پس اینجاست که از این عبادت خود که یک ماه صیام و قیام، شما میدونین ختمه های قرآن که ماه رمضان ماه نزول قرآن هم هست، یعنی بالاخره پس اینجا عید می آید، بحث جشن و سرور و اینا مطرح می شود که در آموزه های اسلامی از روز عید به عنوان یوم الجوایز هم یاد شده است. حالا استاد، تفاوت جشن عید که در افغانستان گرفته میشه با دیگر کشورها چگونه است و همچنان مزیت های جشن عید هم میشه که شما اشاره کنید؟ بله، خدمت شما عرض شود که ما چند عید داریم، یعنی در کل وقتی عرض کردم که عید به معنای جشن و سرور و شادی هست، مثلا در کشورهای مختلف، حالا در افغانستان این کم رنگ است، یعنی تنها بحثی که پر رنگ است دو عید است که عیدای از منظر اسلامی هست، عید فطر و عید قربان. ولی در کشورهای دیگر ما مثلا زیر نامهای مختلف عیدای داریم، مثلا از جمله ایران عید نوروز دارن، عید مبعث دارن، عید غدیر خم دارن. بله. این تمام از این کلمه عید به کار بردن. ولی در کشورهای اسلامی دیگر معمولا از روز جمعه هم به عنوان نام عید یاد کردن، به دلیلی که میگن عید هفتگی مسلمان است. در این روز خلاصه در روایات آمده که اعمال انسان ها شب جمعه بالا میره و تبدیل میشه و یک هفته ایشان و در روز جمعه مسلمان ها و هم دیگر میبینند نماز جمعه اینا. و این اساس در کشورهای مختلفی جایگاه مختلفی داره. ولی بحث عید فطر و عید قربان در افغانستان به نظر من پررنگتر است، حالا نظر به اون پیشینه فرهنگی که در دین ما و شما داره و در اسلام است و مردم هم بیشتر معتقد به اون هستند و بیشتر مردم ما هم
سنتی هستند، فرهنگ بومی زیاد جا دارد اینجا. بنابراین مثلا از جمله در ایران که بنده اونجا 2 سال تحصیل کردم، بحث ماستری خود گرفتم، اونجا عید فطر و عید قربان زیاد پر رنگ نیست، چون اینا بردن کلا به عید نوروز اختصاص دادن، بیشتر عید نوروز اون ترجیح میتن. عید فطر شما اونجا باشین عادی است دیگه، یک روز تعطیلی هست، یک روز اول و دیگه همه مردم میتونن سر کار خود برن، عادی است، یعنی زیاد جشنی نیست. و بعد این فرهنگ هایی که در افغانستان وجود دارد، خبرگیری هست، احوال پرسی است و به خانه های یک دیگر سرزدن است، اونجا نیست. یعنی فرهنگ های خوبی که ما داریم مثلا دیگران نداره، از جمله همین که خب در عید مردم ما اعتقاد به این دارن که برن احوال پرسی کنن از اقارب، خیشا و خلاصه دوستانشان. در کل استاد اگر بیم فکر کنیم دیگه، همه آمد آمد اید و روزهای اید، جشن گرفتن اید، همه دیگه باعث از این میشه که کسایی که همراه یکی دیگه جنگی بودن یا قهر بودن، همراه یکی دیگه دوست باشن، کدورت ها را فراموش کنن، در بازی یکی دیگه را تک تک کنن و اید دیدنی برن. بله. استاد میخوایم کوتاه پیام شما را بشنویم در رابطه با اینکه واقعا خوبی هایی که اید داره و جشن گرفتن که در اید هست خودش میتونه سبب چی شود در بین اجتماع، در بین مردم. دقیقاً که سوال خوبی است، یعنی همه ما میتونیم از همه امکانات یا از همه جشن ها و بالاخره از اینطور برنامه ها به نفع ملت و ملی سازی خود کار کنیم. از اون جمله همین بحث عید و رمضان است، ما میتونیم در عید به وحدت ملی و به همگرایی، همدیگر پذیری خود بیفزاییم. شما میبینین در مسجد وقتی که عید میشود به مصلی میره مردم و به نماز جا میروند، یعنی کس میشناسه نمیشناسه با هم دیگر تعارف فرسانی احوال پرسی میکنن. این خیلی خوب است، یعنی وی که من میشناسم نمیشناسم، من حیث یک برادر مسلمان و افغانستانی که از هم یک کشور هستیم، با هم یک احوال پرسی داریم.